کاردستی امروز داریم اگه یادتون باشه، اونایی که آماده نکردن برن یه قیچی و یک کاغذ باطل سعی کنیم. من الان دوتا کاغذ باطل داشتم، ساعت پیش استفاده کردم، بیارین که معطل نشین تا من درس بپرسم. اونایی که اومدن لطفا حضورشون رو با یک سلام به من اعلام کنن. عزیزای من، آقایونی که تازه اومدن حضورشون رو با یک سلام اعلام کنن. سلام به روی ماهتون. خب کتابچه قرآن، درس 17 و درس 18 رو میخوام بپرسم. اونایی که آمادن دستشون رو ببرم بالا. اونایی که آمادن سلام به روی ماهتون، دستشون رو ببرم بالا. سلام عزیزای من. خب ببینم کی دستش بالا. سلام، سلام پسر عزیزم. صبح اولین روز آذر ماهتون مبارک، صبح روز پاییزی و بارونیتون مبارک. خب الان کارم داره. بله بذارین صبح بشه بعد ما رو دستگیر کنید. خب آقای الان دستتو بیار بالا که من پیدات کنم عزیزم. آقای الان، خیلی پیدات کردم، بفرمایید. یه قیچی میخواستیم و یه کاغذ. کاردستی میخواییم درست کنیم؟ آقای الان، آرشه جان، کاردستی درست کنیم؟ من مطمئن نیستم که کاغذ دارم. یه کاغذ کوچولو هم نداری؟ از دفتره پارساله؟ از دفترم میتونم بردارم. خب اگر نوشت، اول از این برگای کوچیک داره. خب سلام برای ماهتون. کتابچه‌تون رو باز کنید، میخوام درس بپرسم. اونایی که آمدن دستشون بالا. امروز از همه نمیپرسم چون کار دستی داریم، نمیرسیم از همه بپرسیم، اما علامت میزنم اونایی که پرسیدن. خب آقای کاشفی، درس 17 عزیزای دلم، تنوین کسره، صدای ان میده. سلام. سلام منو. سلام برای ماهد عزیزم. خط اول لطفا میخونی گلم مانی جان؟ ممنونه. نه. بله. نه. درسته. ممنونه. بچه دوتا نون پشت سر هم اومده. خب. مش هو دن دن. آفرین. خب. مه فاو. نه. گربه ای نیستا. صدای او میده. درسته. زن محفوظن. آقای کاشفی صدا قطع شد. محفوظن عزیزم. بچه ها صفحه 24 درس 17 کاشفی جان، مانی جان، آقا منی. سلام. امروز یه ذره بارونیه، صدای قطع و بست. خانوم جانم بگو آخرین کلمه‌شم بگو عزیزم. آقا مانی آخرین کلمه‌شم بگو عزیزم. معتدن. آفرین. بچه اینقدر شما به من نون دادید، ان ان اون، من میخوام برم نونوایی باز کنم. آره میخوام برم نونایی که بهم دادی همه رو ببرم بفروشم. اینقدر نونای قشنگی دادین که عالی بود. خب آقای میرشکاری، روحام جان بخون. نه ببخشید، آقای تقی نژاد قبل از شما بود. آقای تقی نژاد بخون. سلام. امیررضا جان سلام. بخون گلم. صفحه 24 کتابچه درس 17. امیررضا. خب آقای میرشکاری، دوباره امیررضا رو بعدم بس می‌کنید. آقای میرشکاری سلام. روحام جان، روزای بارونی بچه یکم تو ارتباط مشکل داریم. آقا روحام سلام. سلام. سلام عزیزم. خط دوم رو لطفا می‌خونی، درس 17. زهیم زریع کرام
امین. عالی بود، ممنون عزیزم. آقای الوند بخونه لطفا. آرشا جان بخون گلم. خط سوم. از آبن به لحیال والدن کبدن. عالی بود. خب آقای تقی نژاد رفتی بیرون. اونایی که بلنگوشون وصل نمیشه یه بار باید برن بیرون بیان دوباره. آقای کاظمی، پویان، سلام. پویان جان سلام. سلام. بخون گلم. چهارم درس 17. لیومه گربه‌ای، گربه‌ای. گربه میگه ماو، اون میشه چی؟ یاو لی یاو من. خب لی یاو من. لی نا فس بودو و شکانه من. نون آخرت کم بودا، باید یه نون گنده بدی. وجوهن لنفسن. آقای حاتمی، محمد رضا سلام، بخون گلم. آقای محمد رضا حاتمی سلام. خانم سلام به روی ماهت. صدا از تای چا داره در میاد. خط پنجم بخون بلند. یو من اشرن کربن لحمن. عالی بود، ممنون گلم. آقای خب کی دیگه دستش بالاست؟ آقای تقی نژاد اومد. خب بفرمایین. آقای تقی نژاد وصلت کردم عزیزم، بخون. امیررضا جان بخون. سلام. سلام. سلام به روی ماهت. بخون گلم. خط ششمش، درس 17، خط ششم. بعدش امیر صدرا میخونه. صدات رفت دوباره که پسرم. خب امیر صدرا بخونه تا بست شی. امیر صدرا جان سلام. خط ششم درس 17. سلام خانم. سلام بری ماهد عزیزم. مسکن نه 17 یه بالاش بالاش. آره درس 17، شما درس 18 داری میخونی. ابدن ابدن ابدن. بچه ها به جمعه به کار دستی برسیم. هملن هملن نا رن فاز لن. لن متشکرم. آقای تقی نژاد برای آخرین بار امیررضا جان بهت میدم صدا. امیررضا سلام. سلام عزیزم. درس 18 خط اول تا قد نشدی بخون. سلام رایان جان. سلام آقای شهید و دل خب صدا قد. آقای علیزاده صدای من اومد؟ بله آقای علیزاده. سلام آقای نقوی. خب آقای فرهادی، حالا
آقای حدیدیان بخونه. آقای حدیدیان بخون گلم. تاها جان بخون. درس 18 خط اول. بچه یکم سریعتر بس کنین لطفا صداتونو. نوبتتون میره. سلام تاها جان. خط اول درس 18 رو بخون گلم. شهیدون مجیدون محیطون فرمیلون محیطون. ممنون گلم. آفرین. آقای علیزاده بخونه. آقای علیزاده. خب بخون گلم خط دوم. به جنبید. بخ کم نیاریم. بخ کم نیاریم. دوبون شهودون مرقومون. متشکرم. خب یکی دیگه هم شما ندارم. آقا پرهام بخون. خط سوم. سلام. سلام. خانم یکی از بچه‌ها داشت می‌خوندن صدا خیلی پارازیت بود واسه نفهمیدم. خط سوم درس 18. چشم دیدم. اکوابن چی؟ اکوابون. اکوابون تعامون حافظون خبیرون لقبون. کافیه کافیه. خب بریم سراغ متشکرم. اول بریم کاردستی، بعد میخوام درس بدم. آماده باشین؟ آماده باشین؟ یه قیچی و یه کاغذ همه آوردن؟ بله. آقای آروین، آقای رضایی، آقای روزبه، اگر داخل کلاس هستن سلام بدن. خیلی خوب. یه قیچی میخواستیم با یه کاغذ عزیزای دلم. یه قیچی و یه کاغذ A4. قیچی نداری با چی میخوای ببری پس؟ الان نمیشه که. با دست که نمیشه برید عزیزم. اما ما یه قیچی زحمت بکش بگیر. خب. مواظب دستاتون باشه انگشتاتون رو قیچی نکنید. سریع کار دستی. خب. یه دقیقه دیگه صبر میکنم تا همه بیان. آروین جان اومدی پس چرا حضورت اعلام نکردی؟ آی گل محمدی. کلن نداری. پس حالا نگاه کن. اشکال نداره. چون من به تصویر میدم بچه های اون کلاس 7-8 نفرشون قشنگ درست کرده بودن. بعدن درست کن. این فیلم هم که میذارن توی گروهتون میتونی از روش بعدن ببینی. اشکال نداره. خب. بریم سراغ کاردستی. یه کاغذ A4 گفتیم میخواییم. کوچیکتر هم بود. هیچ اشکالی نداره. بچه اگر این کاغذ A5 هم بود اشکالی نداره. A5 یعنی انقدی.
انقدی هم بود قدی ورق دفتر اشکالی نداره. من گنده درست میکنم به خاطر اینکه شما بهتر ببینید. خب خوب نگاه کنید. آره الان کار دستیه. این یه مستطیله دیگه، به این سمتی بگیریدش. این نوکشو از اینجا مامانه مهربونم لطفا کمک بچه ها کنن، بچه ها خودشون درست کنن. اینو نوکشو بیار، خم کن خم کن، بیار اینجا. دوبار نمیتونیم کار دسته درست کنیم، ما یک بار درست میکنیم. یه بار دیگه میگم این مستطیله. فکر کردم آقای کاشکی، البته خوندم درست خوندم ها، اینو برای طنز میگم. فکر کردم میشه من کارتون دارم، میخواستم بگم الان کارتون پخش نمیکنی. خب بگو. خان دادم برای از کارتون دلم بخورد شما میگیرم. بعد میخواستم بگم ببینی میشه دورم فعال کنم این کاغذ کافی یا نه. من بریدم. بله کاغذ دفترتون نبریدم، من قبلا گفته بودم یه کاغذ باطله. اینا خوبه؟ بله گون الان نصفش میکنین تازه همونم. نصف که نه کمتر. بله بچه هم برقاتون نکنین از دفتراتون، همون کوچیکه هم کافیه. منتها شاید با کوچیکه نتونی درست کنی، با همین بزرگه درست کن. خیلی ممنون. خب بریم سراغ یه بار دیگه میگم گوش کنید لطفا. نگاه کنید اینو از اینجا نوک اینو میارید وسط. اینجا یک دستم کجاست؟ آره منم من درست خوندم اول، خواستم چیزه یه ذره بخندیم. خب اینو حالا خمش کردم. الان میخواین بچه های مستطیل رو تبدیل به یه مربع کنیم. همه این کار کردن؟ علیزاده چرا تصویر نداره؟ تصویر اومد. پس این مستطیل رو گفتیم این گوشه این برو میاریم وسطاش اینجا، وسط یه ذره اونورتر البته، بعد اینجا رو خمش میکنیم. حالا بچه ها این یه تیکه رو میبریم، این اضافه رو میبریم. نگاه کنید این اضافه شو بریدیم. الان یه کاغذ دولا داریم یه کاغذ یلا. خب درست شد؟ خب اگه من اینو بازش کنم مربعه. من الان مستطیل رو تبدیل به چی کردم؟ مربع. عزیزای من کاغذم شوت شد. اینی به این چسبیده بود. یه بار دیگه میگم گوش کنن اونایی که یاد نگرفتن. این از این بالا خم کردیم، این پایین، این اضافهش هم بریدیم. خب اضافهش رو میذاریم کنار. علیزاده جان الان هم تصویر نداری عزیزم، باید بری بیرون دوباره بیای. خب خوب نگاه کنید، دوبار سه بار تکرار نمی کنید. این رو همینجوری سرش رو بگیریم پایین، این دو قسمتی که بازه اینجا باشه، قسمت بستش رو به بالا باشه. نظرم قسمت بستش رو بگیرید رو به بالا بچه ها. این دوتا نوکش رو بچسبونید به هم. یه مثلث دیگه درست کن. لطفاً زاویهش رو اصلا عوض نکنید. یه بار دیگه میگم این همه گفتم دستتون رو نبرید، مواظب باشین دیگه. بس سر کلاس شما یادم باشه کار دستی با قیچی درسته، با خمیر بازی درست کنیم. خب مواظب دستتون باشین، گفتم من تلفات ندین. الان دماغ و دهن و همه بریده میشه، یه کار دستی میخوایم درست کنیم انگوش مثلا وسطش میاد بیرون. خب یه بار دیگه میگم لطفا، الان ما با قیچی زیاد کار نداشتیم که، یه کوچولو بریدیم، من بریدنم مونده. این دوتا رو بچه ها من میبرم عقبتر که شما بهتر ببینید. الان این تهش بازه، شما مثل من نگه دارین کاغذتون رو روبروتون. این دو قسمتش بازه، اینا بسته است. این دوتا رو بیارید رو هم بچسبونید.
وقتی رو هم چسبوندیم اینجاشو صاف کنیم. لطفاً همینجوری زاویه دستتون رو تکون ندین، همینجوری نگه دارید. خیلی دوباره این بالا رو میبینی که یه طرفش بسته است، دو طرفش بازه. دوباره اینو هم وسط نصف کنید، این دوتا گوشه هاشو بیارید روی هم. یه بار دیگه بهتون میگم گوش کنید. ما یه کاغذ مستطیلی برداشتیم، یه کاغذ مستطیلی رو اول این دوتا لبش رو آوردیم رو هم، اینجوری شد. گفتم اینجوری نگرش دارید، بعد این دوتا لبه رو بیارید رو هم. خب حالا این دوتا لبه، این لبه این ور رو میاریم رو این ور. الان بچه های من باید یه سمتش بسته باشه و این دو قسمتش باز باشه. خب آقای الوند الان نمیشه، باید صبر کنی. خب حالا یه دونه دیگه تا میخواد بچه ها، یه دونه دیگه این لبه بالا. نگاه کنیم، من الان کاغذم میچرخونم که شما قشنگ ببینید. یه دونه دیگه تا میخواد. بعضی بچه ها تو این برش ها اشتباه کرده بودن، بعد چه اتفاقی افتاده بود؟ اون مدلی که ما میخواستیم در نیومد، چل تیکه شد مال اونا. الان وقتی یه تا کنی یه دونه اضافه اینجا داره. یه پس سه تا کردیم ما کلن. هی گوشه هاشو آوردیم رو هم دیگه. علیزاده جان دیگه، آقای علیزاده دستتو بیار بالا. علیزاده، آقای علیزاده دستتو بیار بالا پسرم. خب بذار من دوربین شما رو فعال میکنم. علیزاده و صداتونو، آقای علیزاده من صدا و دوربینتون رو فعال میکنم. من شما رو دارم میبینم. ولی تصویر شما جوی سیاه شده. خیلی خیلی دیگه بعدم باید فیلم بذارم. شاید دوربینتون خرابه. مشکل داره. امروز کلن چون بارونیه صدا و تصویرهای خراب میشه. یه بار دیگه هم تا میکنیم. آخرین باری که تا میکنیم اضافه میاره. اینجاشو ببینید، اضافه اومد این پایینش. خب تا اینجا اومدیم اینجا. حالا الان که میخوای برش بزنی باید دقت کنی. خوب نگاه کنین، گفتیم لبخند خدا رو چجوری نشون میدیم؟ یه دونه لبخند گنده. من اینو میخواستم ببرم خودم، ولی دیدم شما چون ندارید نمیتونید حدودی ببرید. یه دونه نیم دایره این بالا وصل کن، اینجوری. مثل من یه نیم دایره بکش، این خطه که اینجاست. ایمانی جان میتونی دوباره فیلمو ببینی عزیز دلم؟ من دیگه کاغذ اضافه اینجا ندارم که ایتا بزنم.
بذار ببینم. حالا من کاغذ دارم. خیلی این کاغذ هم بهم دادن باطل است. یک بار دیگه من میگم برای آخرین بار گوش کنید. اونایی که جا موندن. یه مستطیل داشتیم. گفتیم اینجا رو میاریم به اینجا. عزیزای دلم. یه شاید رنگش هم زیاد معلوم نباشه. اینو تبدیل به این اضافه شو دستتون رو نبارید. قیچی میکنید. حالا من یه بار دیگه از اول اونایی که تازه دارن مشکل دارن گوش کنن. این اینجوری بود دیگه. گفتیم این دوتا رو میاریم رو هم. حالا اینجا صافه. حالا اینو دوباره بیارید روی این بچه. اینو از این بالا بیارید روی این. خب آخرین تا رو میخواییم بزنیم. دقت کنید. همینجوری که من نگه داشتم آخرین تا هم از این نوکش که بسته است وقتی خم کنم الان اون اضافهه. این اضافهه در میاد. مثل یه قیف میشه. حالا گفتیم یه دونه نیم دایره اینجا بکشید. یه نیم دایره اینجا بکشید و اینو قیچی میکنید. ما بریم سراغ کاغذ خودمون که رنگش روشنه معلومه. خب چجوری؟ از اینجا. خب نیم دایره برای چیه؟ گفتیم که وقتی خدا از ما راضیه به ما لبخند میزنه. کارامونو برای رضای خدا انجام میدیم. این شد لبخند خدا. البته اگه برعکسش کنم. لبخند مامان بابا رو میخوایم چجوری نشون بدیم؟ بچه به صورت هفتی. هفت این دفعه نشون میدیم به جای نیم دایره. اونایی که شما میتونیم با مدادتون علامت بزنیم. من وگرنه خودم حدودی علامت میزنم. یه دونه هشت اینجا علامت بزنیم. نرید تا تها. تا ته نرید. بیایید این روبروش یه دونه هم هفت علامت بزنیم. یکی دیگه علامت بزنین. حالا روبروی این یه دونه دوباره هشت کوچولو. خیلی گنده نه بچه. یه دونه هفت کوچولو دیگه. پس چهار تا ما علامت زدیم روبروهای هم. حالا بستنی. اشکالی نداره بچه ها. قرار نیست شما مثل من ببرید که. اصلا مهم نیست چون یاد میگیرین شما هم. چند بار تکرار کنه که من اینو دیگه حفظم. شما دفعه اولتونه. میتونید بارها فیلمش رو ببینید و از روی اون تمرین کنید. خب دیدین. حالا اینایی که هشتی بریدن میبرم. دستتون رو نبرید لطفا. اینایی که هشتی بریدن نگاه کن. هشت کردم هشتش رو میبرم. من یکی رو براتون ببرم که ببینید شما. تا ته نره قیچیتون رو وگرنه پاره میشه کار دستتون. این هم میکنم. ببینید؟ دندونه شد. حالا این یکی هم میبرم. این یکی که الان انگشتم روشه. توشو خالی میکنم در واقع. خب. بازم درست کردم. خب. یکی دیگه هم میبریم. تا ته نرید. اصلا تا ته نرید. همون نوکش هم ببرید کافیه. چون ممکنه کاغذاتون رو بد تا زده باشین بعد کار دستتون خراب میشه. آخریشم از این بر میبرم. یکی از این بر میبرم همیشه یکی از این بر عزیزای دلم. آخریش خیلی پایین در تشتش کوچیک‌تر میشه. هفت و هشتش. خب. یه ذره صبر میکنم شما به من برسید. خب حالا بریم سراغ لبخندمون. اولیش لبخند خدا بود. وقتی خدا راضی باشه باید بعد از خدا یه کاری کنیم. کی راضی باشه؟ بلدین همتون. پدر و مادر. دستاتون بنده میدونم. این لبخند گنده مال مامان باباست. بعد از خدا اینجوری هفتی.
بعد از مامان بابا، خانم معلم، آقا معلم یا هر کسی که به شما چیزی یاد میده عزیزم. بعد از اون دوستاتون، بعد از شما راضی باشن و مهربون باشین باهاشون. بعد همسایه هاتون کوچیکتره، یه دونم برای فامیل میذاریم این ته تهش که نوکشه گنده نبارید، خیلی نوکشو کوچولو ببارید اینجوری، اینو قیچی کنید تهشو، نوکشو یه ذره تیز بود صافش کرد. خب حالا اینو بازش کنید، نگاه کنید تاهایی که زدیمو داریم باز میکنیم. یه تا بود، الان تاهاش بیشتره. خب بچه ها این یه گل قشنگ شد، فرزند صالح، گلی از گلهای بهشته. همه شما میتونید یه گل بهشتی باشید، البته از اینم خوشگل پرتازه. آفرین. حالا اونایی که درست کردن، اونایی که درست کردن این میرشکاری ها الان دستشون رو بندازن پایین. اونایی که درست کردن من میخوام بهشون تصویر بدم، به بچه ها نشون بدم، دستشون رو ببرن بالا. اونایی که درست کردن آماده باشیم، میخوام تصویرتون رو بس کنم. آقای میرشکاری اجازه دید من تصویر خودم رو قطع کنم، تصویر شما بیشتر بس بشه. آقای الوند، من معلومت درست نشد اینجوری بالا. بازش کن ببینم. یه دونه تا کم زدی شما، مال شما تیکه تیکه شده، بیار بالا. خب بگی بالاتر. خب برشات کم، نه اینکه غلط باشه، برشات کم بوده، باید بیشتر هفتی هشتی میبریدی روحام جان، اشکال نداره. خب آقای الوند و آقای خانم، من قیچی نداشتم، این شکلی فقط شد. ببینم دوباره بعدم باشه. فیلمشو ببین، عروس فیلمش درست کن عزیزم. تقی نژاد و آقای معینی، آقای تقی نژاد، آقای معینی رو بس کردم. خانم معلم، من نمیتونی مرحله سلام به روی ماهتون. شما آقای تقی نژادی یا آقای معینی؟ آفرین، من معینی. آقای معینی ممنون. شما چی عزیزم؟ بیار بالا. آه هنوز نبریدی شما، عالی بود، آفرین. خانم معلم، من هنوز توی مرحله مونده. اشکال نداره، بعدا فیلم رو نگاه کن کاملش کن عزیزم. متشکرم، چه پسرهای خوبی، آفرین. دیگه کی آماده است؟ خب چند نفر دیگه هم بیایم. آقای کاظمی، آقای کاظمی سلام. چرا تصویرت نیمت بایست اینم؟ آقای کاظمی تصویرت. سلام به روی ماهت. ببینم، آفرین، باریکلا، مثل خودتون گله، باریکلا. خب نفر بعد آقای نقوی، آقای نقوی، آقای فرهادی، با هم بحثتون میکنم. سلام عزیزم، ببینم چیکار کردی، کار دستی. ببینیم. سلام خانم. عالی، آفرین. سلام گلم، عالی بودش عزیزم. آقای فرهادی سلام خانم. سلام بریم، ممنون عزیز دلم، ممنون. بچه خوشگل درست کردیم بچه، آفرین. خب متشکرم، من یکی یکی، ممنون عزیزم، قشنگه، مثل خودتون قشنگه، آفرین پسره قشنگم. آقای نوری، خب بذارین دوربین شما هنوز. آقای نوری ببینم، بازش کن ببینم. بله ممنون، ممنون عزیزم. رایان جان متشکرم، خیلی عالی. خب اجازه بدی من تصویر شما رو قطع کنم. آقای نوری خیلی خب. دیگه آقای حیدری، آقای حیدری شما رو بس نکردم عزیزم. آقای حیدری
سلام. سلام عزیزم، شما رو بستن کرده بودم؟ نه. اون که خوشگل اب نداره. دو تا درست کردی؟ یکی تو درست کردی، یکی مامانه داره؟ اوه، چند تو گل بارون کردی که؟ ممنون، آفرین، عالی بود. خب بریم سراغ آقایون دیگه، آقای حدیدیان. خب بوده این به قسطمون هم برسیم، من درس هم ندادم تازه. و آقای آروین، آروینم ببینم، آفرین، ممنون عزیزم، عالی بود حدیدیان، باید کلافه سرخ بم. خب آقای گل محمدی هم ببینیم، آروین متشکرم، در غذای باز اومده درست کرده، آروین یخ میکنی، خیلی خب متشکرم، عالی بود، ممنون. خب کسی هست که بخواد نشون بده و نشون نداده باشه؟ بچه ها صدرا رو بس نکردم؟ صدرا جان، خب آقا صدرا هم ببینیم. صدرا جان خانم، من راستش نتونستم، ولی خب یه کشتی درست کردم. آها، به جای گل کشتی درست کردی، پس باید بیاییم سوار کشتی شما بشیم با این گلامون. ممنون، متشکرم عزیزم. خب هر کس بچه های من خوب ندید و متوجه نشده بود، چون ما تون درست میکردیم عزیزای دلم، میتونه فیلمش رو چندین بار ببینه و درست کنه. خب امیدوارم که از کار دستی امروز خوشتون اومده باشه و شما هم برای پدر مادراتون یک گل بهشتی باشین. بریم سراغ درسمون. کیا کار دستیمون رو دوست داشتن؟ بنویسن من. هر کی دوست داشت و هر کی دوست نداشت نگه من. میدونم بعضیتون درست نکردین، نتونستین درست کنید، یه مقدار توی تا کردن مشکل داشتین، اما عیبی نداره، بازم کار دستی داریم، نگران نباشین. متشکرم. خب ممنون، بریم سراغ درسمون، وقت داریم، میخواد قصه‌ام تازه بگی. بوده این، خیلی ممنون پسر عزیزم. خب اما تو عربی یه ته کیسه ای هم داریم، الان میگیم چجوری درست میشه. این ته رو اگر که ما بیاییم یکم بکشیمش، میگیم کیسهش کنیم، میگیم شکمش رو، نقطه هاش رو بذاریم بالاتر، یه ذره دیگه، یه ذره دیگه، یه ذره دیگه، تبدیل به این ته میشه. حالا از این ته ها دو تا داریم، چسبانش و غیر چسبان. پس ما دو تا ته داریم، چسبان و غیر چسبان. بریم سراغ خوندنش، خوب نگاه کنید، خوندنش یاد بگیرید. الان که من بشینم میخوام با روسری روسری بلند رو سرم کردم، به خاطر اینکه این درس رو یاد بدم بهتون. الان میریم کلمه ها رو میخونیم و یاد میگیرید همتون. خب بچه عزیزم اینو میخونیم ت، اینو میخونیم ت، حالا اینو باید یه جور دیگه بنویسم، اینو میخونیم تو، حالا بخونیم ت ت تو، ت ت تو. خب اگه من یه ت دیگه اینجا بذارم که ساکن باشه روش میشه ت ت. خب حالا اینم اگر روش ساکن بذارم میشه ت ت. خب بریم بعدی، تن تن تون، تن تن تون. بچه ها اینجا تی ما توی تنوین، توی تنوین پته بادیگارد نداره، استثنایتون باشه، الف نمیخواد. وقتی که تنوین روی ته گرد بیاد الف نمیخواد. خب حالا سریع بریم سراغ درسمون پسر عزیزم، درس 19 بعد از درس 18 صفحه 25 رو بیارید گلای من. بعد از درس 19 صفحه 25 من سریع میخونم، شما وایس این درس رو باید برای من با درس 12 بفرستین که براتون توی گروه میذارم. خب همه آوردن درسشون رو؟ ممکنه امروز یه چند دقیقه وقت کلاستون رو بگیرم بچه، دو سه دقیقه. همزتن لومزتن رازیتن ایشتن مسقبتن مطربتن رقبتن سرورن
خاشعتن عاملتن ناسبتن کتبن حامیتن واحدتن مبسوستن زجرتن زنبون قولون سبون علمون نفسون هرسون قلبون عبدون. خب بریم درس دوازده رو سری بیارید صفحه هفت. درس دوازده صفحه هفت. امروز یه ذره بودو بودو داشتیم چون یه سری هم قطعی بستی داشتیم. خب رادین رضایی نیومدن تو کلاس. رادین رضایی، آقای عباسی، رادین و عباسی اگر هستن لطفاً حضورشون رو اعلام کنن. امروز مشکل وصل کردن بود دیگه. خب درس دوازده یم مثل همون بالایش میخونیم بچه ها. یملکون یستوفون مشرکین مقام اطعمهم حسابهم سیعلمون قال تنظرون تعبدون یخسرون اکرمن صاحبكم خلقكم لحافظین قد خواب جهرران کان مال شفع وطر فجر قال. لطفاً درس دوازده و نوزده رو علامت بزنین، ویسش رو برای من بفرستین. و اما داستانم تو همین دو سه دقیقه که وقت داریم صفحه 7 و صفحه 25 داشتم میخوندم گلای من. یه دو دقیقه وقت داریم من قصه‌مون رو بگیم. تا اونجا گفتیم که حضرت ابراهیم مدتی به شغل چوپانی ادامه داد تا اینکه کم کم اومد بین مردم تا به مردم بفهمونه که شما دارید اشتباه بت‌ها، خورشید، آتش، آب، ماه و ستاره ها رو میپرستین. یه روز حضرت ابراهیم که یه نوجوان بود 15-16 سالش بود، دید ایده از مردم روز جلوی خورشید دارن تعظیم میکنن. سلام آروین جان، از کجای کلاس بودی عزیزم؟ من برای قایب بودم گلم. خیلی خوب، انشاءالله که تونسته باشی از کلاس استفاده کرده باشی عزیزم. سلام به روی ماهد. بعد میاد میبینه که یه عده‌ای از مردم جلوی خورشید دارن تعظیم میکنن. میگه شما چیکار میکنید؟ میگه ما خورشید پرستیم، ما داریم خورشید خدای آسمان تنها لام به آسمون، حالا موقع لام که نبوده، تنها ستاره آسمان رو میپرستیم. میگه خب منم میخوام خورشید پرست بشم. اینا اینقدر خوشحال میشن یه نفر بهشون ایمان به خورشید ایمان آورده و میخواد خورشید پرست بشه، کلی ذوق میکنن. میگن که بفرمایید. حضرت ابراهیم هم شروع میکنه میبینه اونا چیکار میکنن، از اونا بهتر سجده میکنه. میبینه اینا هی دلا میشن جلوی خورشید، میگن ای خورشید آسمان، سرشون اونجوری میارن پایین به حالت سجده. بچه‌ها هی برای خورشید صفت میذارن، ای نورانی کننده آسمان شروع میکنن، قدرت مطلق نمیدونم خدای آسمان شروع میکنن اینجور صحبت ها رو با خورشید کردن. حضرت ابراهیم بیشتر از اونا هی سجده میکنه، هی بلند میشه، هی سجده میکنه، هی بلند میشه. اینا میگن که اشکال نداره، بعدا فیلمشو ببینن. امروز همه همین مشکل رو داشتن. میگن که عجب، این امروز به خورشید ایمان آورده، از ما که سالهاست داریم خورشید رو میپرستیم بهتر پرستش میکنه، کلی ذوق میکنن. نزدیکای غروب کم کم خورشید داشته غروب میکرده، داشته میرفته دیگه، نورش کم میشه. اینا اساساشون رو جمع میکنن برن. حضرت ابراهیم میگه کجا؟ میگن ما داریم میریم فردا صبح زود میایم که خورشید طلوع میکنه. میگه یعنی چی؟ میگه این خدای ما الان داره میره استراحت کنه، دیگه ما اگه کاری باهاش داشته باشیم باید تا فردا صبح صبر کنیم. حضرت ابراهیم عصبانی میشه، میگه این چه خدای شما دارین؟ من اگه نصف شب با خدا کار داشتم چیکار کنم با خورشید کار داشتم؟ کار من اگه نصف شب گرو بود، شب گرو بود، الان دیگه این بره، من کجا خداتون رو پیدا کنم؟ میگن که خب دیگه باید کارتو نگهداری تا فردا صبح. میگه نمیشه که، خدا باید در دست باشه، باید هر موقع صداش میکنی باشه. گفتن نه دیگه، خدای ما این مدلیه. گفت این خدا به درد نمیخوره، من این خدا رو نمیخوام، من این خدا رو نمیپرستم. اونا میگن ای یعنی چی؟ بعضی هم میگن راست میگه، اون دفعه بچه‌مون مریض بوده، میخواستیم از خورشید کمک بخوایم، اما تا صبح صبر کردیم، بچه‌مون دیگه از دست رفت و از تب سوخت و مریضیش عود کرد و از دستمون رفت، بچه‌مون دیگه نتونستیم کاری کنیم. حضرت ابراهیم میگه بیای من یه خدایی بهتون معرفی میکنم که همیشه هست، همه جا هست، هر موقع صداش کنی هست، اصلا لازم نیست دادم بزنی، یواشم حرف بزنی هست.
همه گفتن کدوم خدا؟ و همون خدایی که خورشید رو به وجود آورده، هر روز سر یه ساعت مشخص این خورشید رو میبره یه جا، برش میگردونه یه جای دیگه، دوباره صبح برش میداره میاره. گفتن کجاست؟ ببینیمش. گفت این خدا دیدنی نیستش، مثل بوی گل احساس کردنه، مثل هوا حس کردنیه، اینجوری نیست که با چشمت ببینی، اما از آثارش میتونی بفهمی که خدایی وجود داره. بچه یه عده همونجا به خدای حضرت ابراهیم ایمان آوردن. خب دوستتون دارم، تا جلسه آینده به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدارتون. اگر کسی سوالی داره میتونه بپرسه. بقیه برین استراحت کنین، خارج این از کلاس که بتونید برای ساعت بعد آماده باشین. خدا حافظ. آروین جان از کجای کلاس بودی عزیز دلم؟ ایلیا جان، آقای عباسی، آروین، درست. آقای کاشکی کارم داری؟ خب سب کن الان میام عزیزم. آقای کاشکی بفرمایین عزیزم. جانم، فرهام جان، صدا تو بس کردم. آقا فرهام، آقا فرهام، فرهام جان صدا تو بس کردم. خب عیبی نداره، تو واتساپ بپرس اگه سوالی داری عزیزم، تو واتساپ بپرس. باشه، آفرین، خدا حافظ.